بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله نور و هو مدبر الامور. سلام خدمت همه شما عزیزان، دوستان و محترمان فارسی زبان در هر کجایی از این کره خاکی، از این جهان پهناور که هستید عزیزان، و برنامه خودتان، برنامه زنده روشن رو نگاه میکنید. انشالله که همیشه صحتمند و سلامت جانجور و تیار باشید. یک چهارشنبه بسیار زیبای دیگر است و ما باز هم در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر بیانی بزرگوار هستم. سلام علیکم خانم دکتر بیانی، بسیار خوش آمدید برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما مجری خوب برنامه روشنا و همینطور همه بینندگان برنامه. امید که همه جانجور و صحتمند باشن. تشکر از شما. بینندگان عزیز، همطور که شما عزیزان در برنامه گذشته هم همراه ما بودید، میدونید که در روزهای چهارشنبه اخیراً ما در مورد موضوع مشوره با کارشناس محترم خانم دکتر بیانی بزرگوار صحبت میکنیم و انشالله در این برنامه هم میخواییم که در مورد همین موضوع صحبت بکنیم. اما خانم دکتر، من یک تجربه شخصی را به شما میگم و بعد سوال پرسان میکنم. یکی یک فردی را ما میشناختیم، یک مردی بود که پدر یک خانواده بود. این پدر هر وقت که میخواست که تصمیمی در زندگی بگیر، از کوچکترین تصمیم که فلان چیز فلان وسیله را برای خانه بخرن، یا بزرگترین تصمیم که فلان جای برن، فلان کار را بکنن، مسافرتی برن یا دیگه چیزها، خانه بخرن، اولادا را جمع میکرد، اعضای خانواده را جمع میکرد و میکردین و مشوره میکرد و ما پرسید که نظر شما چیستی کار انجام بدم ندهیم اینا. در بسیاری وقتها ممکن که از نظر اولاده استفاده میکرد، ولی خود بیشتر وقتها این مرد نظر خودش انجام میداد. یک روز مادر خانواده از این پرسان میکنه، خب چرا توی کار میکنه؟ تو اولاده رو جمع میکنه، آخر که کار بدل خود میکنه و بسیار کم پیش میاد که کار بدل اولادا بکنه یا بدل دیگران بکنه، اما چرا این کار انجام میده؟ و این مرد گفت که تو نمیفهمی، وقتی که من اولادا رو دور هم جمع میکنم، حتی اگر که من نظر اینها را در زندگی اعمال نکنم، ولی باز هم یک فواید بسیار زیادی ما در این کار میبینم. او مرد یک چند فایده برای این مسئله بیان کرد، اما من میخوام که شما در این برنامه انشاءالله با بیان شیوه خودتان فواید و آثاری که مشورت کردن میتونه برای افراد داشته باشه را بیان کنید. بله، بسیار تجربه جالب و خوبی را بیان کردید و بسیار هم متناسب هست با بحث ما. ما وقتی که میخواییم که یک کار انجام بدیم یا دیگران تشویق به انجام او کار کنیم به نحوی که رویه عادی ما در زندگی شوه، یعنی ما و شما هر روز تلاش کنیم که اگر مسئله ای داشتیم که نتانستیم به تنهایی او را حل کنیم، مشوره داشته باشیم. بهتر است که فواید او را بدانیم. بله. و با همین مثال از شما و داستان از شما، ما یکی از فواید مهم مشوره که یک فایده جمعی و خانوادگی است، او را میتونیم که از همین تمثیل شما درس بگیریم و آموزش بگیریم. فواید فردی مشورت بسیار زیاد است که ما انشاءالله امروز تلاش میکنیم برخی از اونها را بیان کنیم، اما فواید جمعی مشورت هم بسیار بسیار زیاد میباشه. مثل ای که اگر در یک خانواده کسی که به عنوان سرپرست خانواده است، پدر خانه، یا کسی که به عنوان مدیر خانه است، یعنی مادر خانه، تلاش کنه که دیگران، یعنی فرزندان، یا فرزندان یا بزرگترها، پدرکلان و مادرکلان را در امی یک کار و حل یک مسئله دخیل کنه، باعث ای خواهد شد که امی زمینه گفتگو در خانه ایجاد میشه. و ما در جلسات پیشتر اگر بینندگان خاطر اونها باشه درباره این صحبت کردیم که اگر یک خانواده همدل میخواییم، باید یک خانواده باشه که درو به بهانه های مختلف گفتگو شوه، یعنی افراد هم دیگر را بشناسن. شاید که پدر و مادر اولادی از خود خود را زیاد بشناسه، اما برعکس این، یعنی شناخت اولادها نسبت به پدر و مادر هم مهم است. یعنی ما به عنوان اولاد باید بدانیم که چه تجربه‌ای
بر سر پدر و مادر از ما آمده و از اونها کمک بگیریم، درس بگیریم، در آینده استفاده کنیم. و خب چه چیزی بهتر از این که اگر یک مسئله در خانواده ایجاد شد، این مسئله شاید که یک خرید ساده باشه، بله بله. یک چیزی میخواییم که در خانه بخریم، یا نه یک تصمیم بزرگ باشه، میخواییم که از یک شهر به یک منطقه دیگه برویم، یا نه یک تصمیم میتونه که اقتصاد خانواده از ما را و راه کسب درآمد خانواده از ما را تغییر بده. اینا تصمیم هایی هستند که کلان هستند و در تمام اینها اگر که فضای گفتگو ایجاد شود، شاید به بهانه مشوره ما ایره میگیم که حتی اگر که پدر و مادر استفاده نکنند از صحبت اولادها، اما همی که مشوره یک بهانه میشه و اون مسئله در واقع و مشوره درباره اون مسئله بهانه میشه برای گفتگو، ما فکر میکنیم که کمک میکنه به ای که این خانواده خانواده همدل باشه. همدل هم منظر بود، یعنی افرادی که میتونن هم دیگر درک کنن، میتونن که از یک زاویه دید مشترک، از یک منظر مشترک در مسئله نگاه کنن. و خب فواید خانواده همدل برای خانواده قطعا وجود خواهد داشت. پس اگر تا یک پدری بود که کار به دل خود میکرد، اما امکان گفتگو و امکان مشوره را برای خانه ایجاد کنه، باز هم ما از این پدر قدردانی میکنیم. کار بسیار بسیار نیک است، هرچند که بر طبق روایات ما امی پدر هم باید ببینه که کدام گپ نیک است، حتی اگر که خردترین فرد خانه او را بگویه. بنابراین علاوه بر ای که ارزش می نهیم به میکار امی پدر بزرگوار، از امو پدر بزرگوار می خواهیم که در روایات عمل کنند. روایات میگه که تو نگاه نکن که چی کسی او گپ می زنه. حضرت امام علی علیه السلام می فرمایند که به گوینده نگاه نکن، به سخن نگاه کن. بله. شاید که چیزی که اولاد خرد ما میگه و به خاطری که یک چیزی هست که در مشورت داریم، از فواید مشورت هم هست، این است که ببینید وقتی که ما میخواییم که این مسئله رو حل کنم، ما با چالش هایی که در ما وجود داره، شاید که با گرایش هایی که در ما وجود داره، ما تصمیم میگیرم که یک چیز، یک مال و یک شیء را و یک وسیله را به خانه بخرم و بیارم. اما ممکن است که اما اولاد کوچک از ما یک نکته مد نظر او باشه و مثلا بیاید ما بگوید که خود چی فایده دارم. شاید من احساساتی تصمیم بگیرم که یک وسیله را بخرم، شاید که به خاطر چشم هم چشمی تصمیم گرفته باشم که یک وسیله را بخرم. و گاهی اوقات خانم دکتر، خداوند یک کلام را، یک حرف در زبان یک فرد خرد خانه می‌نوزه که بخی همه اعضای خانواده تعجب میکنن که چطور اینمی فرد با این سن و سال کمی مسئله را درک میکنه در حالی که افراد دیگه نمی‌کنن. به خاطر که اما فرد دیگری که ما با او مشوره میکنیم، فارق از و جدای از همین گرایش‌ها و هواها و هوس‌های ما است. ما ممکن است که تصمیم بگیرم شاید درآمد نداشته باشیم یا درآمد محدود باشه، اما به خاطر چشم هم چشمی با یک سیالی، یک امسایی، یک نفری بخوایم که فرض کنید که فرشای خانه رو عوض کنم یا وسایل خانه رو عوض کنم، اما پسر از ما، بچه از ما، دختر از ما میگه مادر چی نیاز هست؟ و امی که میگه نیازی نیست، یک تلنگر است برای من، چون واقعا ممکن است که این نیازی که من احساس کردم یک نیاز کاذب باشه. و برای همون میگویند که مشورت خاصیت او هدایت و راهیابی به حل مسئله است. مشوره عین هدایه. بله. و البته در کنار او ما باید زمینه پذیرش مشوره را در خود ایجاد کنم. بله. یعنی ما نگویم که چون که خوردتر است پس نمفامه. ممکن است که زاویه دیدی که فردی که حالا چون در مثال شما در خانه بود، ما خواهیم گفت که تمام مسئله ها در خانه حل نمیشه، مسئله ای که مربوط به خانه است در خانه باید حل شود و افرادی که با او مشورت میکنیم باید مرتبط باشن. و چیزی هم که ما الان مثال میزنیم افراد خانواده هستند، اما این
مسئله میتونه یک مسئله بیرون از خانه هم باشه، یک مسئله فردی ما باشه، متناسب با مسئله سعی کنیم که با افرادی که اون مسئله رو میشناسند مشوره کنیم. پدر مثال از شما و تمثیل از شما با اعضای خانواده برای حل یک مسئله در خانه مشوره میکنه. ما به عنوان یک مادر با اولادای خود مشوره میکنم، اولادی که خود میفهمم که اهل تشخیص است، میتونه که کمک کنه به حل مسئله. و البته وقتی که ما یک مسئله دارم که در سر وظیفه دارم، خب با فردی که او رو بشناسه مشوره میکنم. دیگه اینجا شاید که لزومی نداشته باشه که با اولادای خود مشوره کنم. و پس هدایت و راهیابی یک فایده مهم مشورت است. اگر که ما بفهمیم که اضافه کردن عقل و خرد و تجربه دیگران به ما در مشورت اتفاق میفته و قدرت تصمیم گیری ما را بیشتر میکنه، ما میتونیم که، چون ببینید عالی، فرض کنید که پیش روی از ما یک مسئله باشه، ما از جهتی از خود خود مسئله را میبینم، ولی شما از جهت دیگه که او جهت برای ما پنهان است، برای ما مخفی است، ممکن است که ببینید. و اگر که فردی که ما با او مشوره میکنم یک فرد دلسوز ما باشه و حتی نه یک فرد عادی باشه، انقدر که خصمانه نباشه رابطه ما، کافی است برای مشوره. شما میتونید که زاویه دید از خود خود برای ما بگویید و مسئله واضح میشه. هر چی که مسئله واضح تر شوه و هر چی که وضعیت ما، وضعیت یعنی توصیف ما نسبت به او وضعیت کامل تر باشه، احتمال ای که من بتانم رو حل کنم بسیار بیشتر میشه. و پس روشن شدن زوایای مختلف، ما بسیار خود برای خود از من پیش آمده که وقتی که مشوره کردم، من تو برای خرید یک چیز یا برای داشتن یک شغل و یک وظیفه یا کارهای مختلفی که پیش می آمد، ممکن بود که اما مسئله را حل نکنم این مشوره، اما تجربه‌ای که منتقل می شد بسیار کمک کننده بود برای که در آینده دچار اون مشکل نشوم. ولی خانم دکتر، اگر که مثلا ما به خودم نگاه بکنم و احساس بکنم که من یک فردی هستم که بسیار بسیار عالم هستم، دانا هستم، تجربیم از دیگه افرادی که در دور و بر از من هستن بسیار بیشتر است، ولی باز هم من ممکن که نیازمند مشوره با یکی از خردترین حتی افرادی که در دور و بر از من هستن، در خانواده و فامیل از من اصلا نیازمند باشم و مشوره کردم با، شاید که نمون نفر با همون تجربه اندکش چیزی را تجربه کرده باشه که من با این همه تجربیات و علم و عقل و درایت ممکن که نداشته باشم و همون دمه کمک میکنم. بله. و خصوصا ببینید که نگاه ما به دیگرانی که تجربه اونها از ما کمتر است یا سن اونها از ما کمتر است باید این مقدار متفاوت باشه. به خاطر چی؟ به خاطر که ببینید ما یک خاطرات، یک تجربیات از دوران نوجوانی و جوانی داریم یا کودکی داریم. بعد وقتی که میخواییم که فرض کنید بر اطفال از خود خو یک کار رو تطبیق کنیم، یک تربیتی رو تطبیق کنیم، با توجه به همون داشته هاست، با توجه به ذهنیتی که از 30 سال پیش در ما باقی مانده است، اما در زمینه ارتباط با ممی اطفال خردتر، خب چی بهتر است که با افرادی که از ما کوچکتر است مشوره کنم، چون دنیای اونها به هم نزدیکتر است، به خاطر اینکه دغدغه های اونها به هم نزدیکتر است. شاید دغدغه ما در 30 سال پیش در کودکی از ما یک چیزی بوده که عالی، برای بچه الان اصلا نمیتونه که او دغدغه و مسئله باشه. آخه چه بهتر است که اتفاقا برای ای که ارتباط پیدا کنیم، ممکن است هم یک مسئله باشه، من یک مادر هستم، یک طفل خرد دارم، میخواییم با او ارتباط بگیریم، میخواییم که فضای او را بشناسم. خب فضای ما با فضای طفل ما 30 سال فاصله داره. خب چه بهتر است که با یک نفری که از ما 10 سال کوچکتر باشه، حتی 20 سال کوچکتر باشه، حتی صحبت کنم و یک گفتگوی داشته باشم، یک مشوره داشته باشم، تو چه کار میکنی؟ تو که از ما 10 سال کوچکتر هستی، تو هم یک طفلی داری و فاصله شما کمتر است، تو چطور برخورد میکنی با طفل خود؟ یعنی نگاه ما این نباشه که اگر کوچکتر بود پس
اون نمیتونه که دما مشوره بدیه. بله باید بله ببینیم مسئله چی است. خانم دکتر، در تایید گپ شما من امیره بگم که متاسفانه برخی از فامیل هستن که این مسئله رو درک نمیکنن، نمیفهمن که ممکن که مسائل و نیازهای اولادشان بسیار متفاوت باشه با مسائل و نیازهایی که اونا در او زمانی که او سن و سال داشتن احساس میکردن، یا در همین الان ممکن که بسیار بسیار متفاوت باشه. یکی از دغدغه هایی که الان در کشور از ما وجود داره مسئله تحصیل دختر خانم است که ممکنه که تاثیر بسیار منفی برای خانم هایی که الان امکان ادامه تحصیل ندارن تاثیر منفی گذاشته باشه. بسیاری از خانم‌ها دیگه بعد دانشگاه نمیتونن برن، به صنف‌های بالاتر نمیتونن برن. خب ممکن که همین باعث افسردگی شه و باعث ناراحتی شه و باز متاسفانه میبینیم که پدر و مادر میگن تو چی شده؟ تو نانت که به سر جایش است، آبت که به سر جایش است، تو چرا ناراحت هستی؟ ما کم سن و سال تو بودیم یک نان خورده خود نداشتیم. در حالی که نمیفهمن که این مسئله تحصیل شاید برای او دختر خانم همونقدر مهم باشه که در مثلا 30 سال پیش نان خوردو برای پدر و مادرش مهم بوده. بله، و خب امی به خاطری است که ببینید نگاه ما به شناخت مسئله باید متفاوت شوه و توجه کنیم به این که دنیا وقتی که دنیای ما و شما از هم دور باشه یا به لحاظ فاصله سنی یا به خاطری که گفتگو نداشتیم، خب به همون نسبت نمیتونیم که تفاهم داشته باشیم. و باز همین مسئله ای که فاصله میفته بین ما و بین اطفال ما و بین اولادای از ما میتونه که یک چالش جدی شود. بله. و ما داریم میبینیم نشانه های او چالش. البته که من امیدوار هستم که مسئله تحصیل و مانند این به زودی حل شود. ما میخواییم از افرادی که سن سال بیشتری دارند ای که جوانترها را بفهمند، درک کنند با او چیزی و با او ذهنیتی که خود اونها درباره 40 سال پیش و 50 سال پیش داشتن او را تطبیق نسازند بر بچه های ما و بر اولادهای ما، به خاطر که دنیا اینها متفاوت است. دنیای پاک و ساده و صمیمی اینها به دنبال رشد و توسعه و به دنبال ای است که به دیگران خدمت کنه، خود او رشد کنه. بله. خود او موفق شوه و کمک کنیم برای که امین نسلی که وجود دارن، امین 20 ساله های ما و امین جوان های ما، امین ها فرصت خوبی و بهتری نسبت به ما، نسبت به پدر کلان ها و مادر کلان های ما داشته باشند، یک فرصت برای زندگی داشته باشند. حضرت رسول می‌فرمایند که هیچ کسی نیست که مشورت کند مگر اینکه راه درست پیدا کنه. و من ایره به خود از خود میگم که یک توصیه باشه برای من، برای شما و برای همه بینندگان، که اگر می‌خواهیم که مسئله رو حل کنیم، تلاش کنیم که مشوره کنیم. حالا اگر مسئله اجتماعی است مثل همین تحصیل دختران، خب خود دختران هم دخالت بدیم در این که تصمیم بگیرن. شاید که شاید تانستیم اونها رو قانع بسازیم که صبر کنن، شاید نه، اونها ما رو قانع کردن که میتونن که در همین فضا تحصیل خود خود ادامه بدن. یعنی اگر که بالاخره فضای گفتگو ایجاد شود یک نتیجه میگیریم، یا دل دخترها قانع میشه و صبر میکنه و بس میکنه که خب شرایط میفهمند که خب چند ماه بعد، یعنی ضرورت چند ماه بعد باید به اونها گفت. یعنی ما مثل گذشته نیست که یک چیز را ما تصمیم بگیرم و تطبیق کنم. ما حتی در خانواده های از خود خود میبینیم که شرایط مقدار متفاوت دوست همه چی در سطح لان چی در سطح خورد در خانه وجود داشت که وقتی که ارباب خانه یا ارباب قریه یا ارباب شهری تصمیم که میگرفت دیگه رعیت ها سکوت میکدن، حالا چی تصمیم خوب چی تصمیم بعد، فرض بر این بود که تصمیم بهترین تصمیم برای رعیت و انجام میدادن. ولی حالا هر کس برای خودش فکر و اندیشه داره. حتی یک طفل خورد 3 ساله قانع نمیشه اگر که پدر و مادرش به زور به سرش بگن که تو فلان کار انجام بدی. بله، و این نشانه رشد است. ما بله. نباید بترسیم، این نشانه رشد عقلانیت است. یک جامعه وقتی که نظر داشته باشه، رأی داشته باشه، این میتونه که نشانه رشد باشه. یعنی باید به فال نیک بگیریم. بله. چیز بدی نیست. و مشورت هم ما در جلسه پیش گفتیم که امی است که مثل ای است که از یک کندو
عسل برداشت میکنی. شما آراء مختلفه که در جامعه است، در خانه است، میشنوی، از بین اونها بهترین انتخاب میکنی. اگر من دخیل باشم در امو آرا و نظرات، خب قطعا من همدل خواهم بود با تصمیمی که گرفته میشه. درسته. خانم دکتر اگر اجازه بدن یک میان برنامه کوتاه را ببینیم و برگردیم. تشکر از شما. بینندگان عزیز و محترم، یک میان برنامه کوتاه را میبینیم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود. خداوندا، زندگی سرشار از هزاران نگرانی است و ذهن از یک فکر و سوی فکر دیگر پرواز می کند. در میان چنین هیاهویی، شنیدن ندای خاموشی که در قلبم با من سخن می گوید دشوار است. خدایا مرا موهبت آن بخش که ذهنم در کشاکش این قوقای روزمره بر تو متمرکز باشد و هر روز دقایقی با تو ارتباط برقرار کند. چنان متبرکم کن که ندای تو را بشنوم و سیمای تو را که پر از لطف و زیبایی است به چشم دل مشاهده کنم. مهربانا، هزاران شکر که در کنار من هستی و قرار و آرام دلهای بیقرار من. جستو چه جوییم و جستو که را خوانیم که همه تویی و جستو همه هیچ. تو برایم امید محضی، هر نفسی که می کشم در انتظار نفس بعدی می مانم، یعنی به تو امید دارم. خداوندا، لحظات من را قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راه من تنها مگذار که یک لحظه بی تو ویرانی دنیایی است. ای همدم و مونس کسی که همدم ندارد، لحظه های من را با یادت بخیر کن یا رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و دوستان و محترمان. شما بیننده برنامه زنده روشنا هستید و ما همچنان در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر بیانی بزرگوار هستم. خانم دکتر، بحث در باب مشورت، آثار و فواید مشورت است. ما یک روایتی در یک جای دیدم که میگفت که حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مسائل بسیار مهم حکومتی و کشور در جنگ ها مشورت میکردند، چی با افرادی که سن و سالدار و تجربه دار بودند و چی با افرادی که بسیار جوان بودند و حتی در بسیاری از موارد نظر جوان ها را اهمیت میدادند و اولویت میدادند، عمل میکردند. این نشان میده که بسیار مهم است که هر کسی، حتی یک نفر که حاکم و رهبر حکومت اسلامی است، مشورت بکنه با دیگران. بله، و بسیاری هم میپرسند که وقتی که ما حضرت رسول را معصوم میدانیم، بله، و رأی آنها را کاملترین رأی ممکن میدانیم، چی نیازی بوده که حضرت رسول مشوره کنند؟ درست است. و پاسخی که عموما داده میشه این است که به خاطر ای که حضرت رسول میخواین ما را تربیت کنند و ما یاد بدن که شما چطور باشید. اگر که حتی یک رهبر هستید، حتی که حاکم هستید، حاکم یک جامعه اسلامی هستید، شما باید که به عنوان یک انسانی که، چون انسان ها محدود هستند، بله، باید که مشوره کنید.
مکه حضرت رسولم، یعنی حضرت رسول دمو تعلیم میده، با این وجود تلاش میکنم که آرای مختلف گرفته شوم. علاوه بر اینکه همدلی ایجاد میشه و فرض کنید که ما هم بخوایم که در جامعه از خود خود سنت حضرت رسول رو داشته باشیم، نمیتونیم که خارج از مشوره و خارج از شنیدن نظرات دیگران رأی را بر دیگران تطبیق بسازیم و بگوییم که کامل ترین رأی است، خصوصا وقتی که بر افرادی میخواییم رأی خود رو تطبیق کنیم که با ما متفاوتند. فرض کنید که ما و شما بخوایم درباره مردان تصمیم بگیریم، از فردا فلان وظایف را داشته باشن. خب وقتی میخواییم که بر دیگران تطبیق کنیم، اون دیگران هم باید دخیل باشن، بله، باید رأی بدن، به خاطری که در جامعه وقتی که یک نظر تطبیق میشه، در خانواده هم همین است. وقتی در خانواده میخواهی که یک نظر تطبیق شوه یا نه، ما به عنوان یک فرد میخواهیم که یک کار انجام بدم، یک تصمیم میگیرم، او تبعات داره. تبعات او تصمیم وقتی که اجتماعی باشه، یعنی دیگران باید هزینه کنن برای او تصمیم. خب وقتی ما میخواهیم که هزینه کنم به عنوان یک فرد، یا به عنوان یک فرد در اجتماع، باید همراه باشم، باید همدل باشم، وگرنه ذره به ذره همو هزینه، چه مالی باشه چه به لحاظ وقت و زمان ما باشه، برای ما بسیار سنگین خواهد بود. پس یک کار عاقلانه است ای که دیگران چطور با خود همراه کنیم با امی گفتگوهای ساده که رخ میده. حتی اگر احساس میکنم که شاید دیگران نمیفهمند، بله، شاید درک از ما بسیار بالاتر است، بله، علم از ما بسیار بالاتر است، ما خیر و صلاح دیگران رو میخوایم، اما وقتی اونها رو با خودم همراه و همدل بکنم، همطور که شما فرمودین، دیگران راحتتر و آسانتر با ما همراه میشن. بله، و ببینید که وقتی حضرت رسول کاملترین فرد است در روی کره خاکی، بله، و علم لدنی دسترسی داره، از خداوند علم الهی میگیره، بله، و هیچ خطا و اشتباهی هم ندارن، میاین با دیگران مشوره میکنن، و این نشان دهنده ای است که یک جامعه اسلامی نمیتونه که جامعه باشه مگر اینکه در مواردی که مربوط به مردم است با مردم صحبت شود. یک چیز دیگه هم هست در فواید مشوره، ای که ببینید ممکن است که ما یک کار انجام بدیم و بسیار اتفاق بیفته که پشیمان شویم از انجام اون کار. بله بله. چرا ما این را خریدم؟ چرا این راه رفتم؟ چرا این مسافرت انجام دادم؟ چرا این قرارداد نوشته کردم؟ عمر خود تباه کردم. بله. قدس چرا این رشته دانشگاهی رو ادامه دادم؟ بله. 4 سال عمر خود تباه کردم. بله. 4 که نه، بعضی وقتا 10 سال ادامه پیدا میکنه. و ما میبینیم افرادی که 10 سال 12 سال دانشگاه درس خواندن و بعد از اون دچار پشیمانی هستن. خب بسیار افراد هم هستن که پشیمان نمیشن. بله. اما هستن افرادی که این حس رو دارن. خب چرا اتفاق میفته برای یک انسان؟ به خاطری که وقتی که وارد یک راه میشه یا در واقع تصمیمی میگیره، او تصمیم مبتنی بر واقعیات نبوده، بر شناخت دقیق نبوده. اگر که در ابتدای راه بریم و با افرادی که او راه در میانه او راه هستند یا در خاتمه او راه هستند با اونها صحبت کنیم، شاید که تصمیمی که ما میگیریم که آیا وارد همین مسیر شویم یا نه، یک تصمیم عاقلانه تری باشه. و اصطلاحا میگن که حالا یک وقتی است که ما برای همین امور دنیایی خود خود تصمیم میگیریم، بله، یک وقتی هم است که ما تصمیمات میگیریم که مستقیما مرتبط است با امور دینی ما. عمر خود خود را صرف چه کاری کنم؟ اگر که دلیل کافی برای تصمیمات نداشته باشیم، حجت نداشته باشیم، ما افرادی خواهیم بود که در یوم الحسره گرفتار حسرت بی پایانی، گرفتار پشیمانی هستیم. اما اگر مشوره کنیم، امام کاظم علیه السلام میفرمایند که کسی که مشوره کنه اگر کار خود را درست انجام بده، خب مورد ستایش مردم است. بله. هم خود او و هم دیگران او را می ستایند، و اگر اشتباه کند معذور است. یعنی یکی از راه‌هایی که ما میتونیم بگوییم که ما دلیل کافی دارم یا نه برای می تصمیم برای همین مسیر، یه است که آیا ما مشوره کردم یا نه.
اگر مشورت نکرده بودم یعنی دلیل ما هنوز کافی نیست، و اگر مشوره داشتم میتونم بگویم که دلیل کافی دارم، که البته ما انشاءالله در جلسات بعد درباره صحبت خواهیم کرد که خب با کی مشوره کنیم. بله، یه مسئله بسیار مهم است. بله. چون صرف ای که من بیایم با یکی از دوستان از خود خود مشوره کنم، این نمیتونه که دلیل کافی باشه به نحوی که در آینده ما احساس پشیمانی نداشته باشیم. یک حسی وجود داره خانم دکتر، وقتی یک نفر یک تصمیم را میگیره، میخواد که نمو تصمیم حتما انجام شوه، برای مشورت کردن سعی میکنه افراد همدل با خود پیدا کنه. بله. و فقط با اونا مشورت کنه. بله. یعنی در واقع میخواد که تایید بگیره. تایید بگیره. بله. نمیخواد که نظر خود را تغییر بده. نمیخواد که مسئله حل شوه. و خب یکی از امو مقالطه هایی که اتفاق میفته، ذهن ما این ذهن بسیار فعال است، ذهن انسان. بله. بسیار قابلیت داره برای که امیتو کارا و مقالطه ها و خود فریب بده. بله. یک مسئله دیگه ای است که در روایات ما داریم که یک نفر اگه مشوره کنه هلاک نمیشه. چی کسی هلاک میشه؟ ما میگویم کسی که یک امکاناتی داشته باشه، یک استعدادی داشته باشه، ولی از او استفاده نکنه، او هلاک است. قوم نوح و ثمود و لوط و اینها چرا هلاک شدند؟ چون امکان هدایت داشتند ولی خودشان ولی استفاده نکردند. آری، پس کسی هم که امکان هدایت دارد، چون گفتم یکی از فواید مشوره است که انسان هدایت میشه، راه حل او مسئله را پیدا میکنه. و در روایات دارم کسی که مشوره نکنه او فرد هلاک میشه، یا در مقابلش هم است که اگر مشورت کنید هلاک نمیشید. یعنی امو داشته از خود خود از دست نمیدید، سرمایه خود خود از دست نمیدید. گاهی اوقات سرمایه ما مال است، مال ما میگیم که رفتنی و آمدنی است، اشکال نداره، اما گاهی اوقات سرمایه ما عمر ماست. ایره چی کنیم؟ عمری که بار دیگه هیچ وقت بر نمی کرده. بله. فرصتش که یک بار داره. بله. روانشناسا سندروم 30 سالگی و 40 سالگی و اینها رو میگن. یعنی وقتهایی و موقعیتهایی که انسان وقتی در گذشته خود نگاه میکنه، احساس ترس، احساس خسران، پشیمانی و حتی هلاکت میتونه برای او ایجاد شوه. و چقدر سخت است که انسان خود خوره، چون یک بار است که نتیجه امتحان میخواد که بعد از مرگ ما و در روز قیامت مشخص شود، ولی یک بار است که انسان در دنیا امیالی هم که هنوز امتحان پایان نیافته احساس خسران را داره. میفهمه احساس... که در زمان امتحان که برسه من چیزی در دستم نیست. بله. چقدر واقعا شرایط سختی برای انسان خواهد بود. من میگویم وقتی که ما روایات میخوانیم، فارغ از این که این روایت را یک فرد معصوم گفتن، یعنی فارغ از فضای دینی و دین و فضای مؤمنانه، وقتی هم که تو بخوانیم، چون سرشار است از تجربیات انسانها، سرشار است از دانش و تجربه و همون زیستی که سالیان سال انسانها انجام دادن، و این اثاره همون میتونه باشه. حتی اگر نگاه انسانی فارغ از فضای دینی هم داشته باشیم، میبینیم که چقدر دقیق حالتهای انسانی را بیان میکنه و چقدر دقیق روایات ما میگه که اگه میخوای که تجربه نکنی راهکار چی است؟ چطور فرار میکنی؟ چطور خود خوره تلاش میکنی که در این موقعیت نباشی؟ تسهیلگرهای بسیار کوچکی، مهارتهای بسیار بعضی وقتا است که لازم نیست که برای باز کردن گره حتما از دندان استفاده شوه، حتما از قیچی استفاده شوه، از چاقو و از وسایل سخت استفاده شوه. گاهی اوقات براحتی میشه با دست باز میشه. بله. و این گرهی که با دست باز میشه، چرا به دندان و چرا به یک وضعیت سخت دیگه تبدیل کنیم که نتانیم او رو حل کنیم؟ اگر که ما در ابتدای مسیر، فرض کنید که ما و شما در 30 سالگی و 40 سالگی هستیم، خب کمک بگیریم از تجربه افرادی که این سن را سپری کردن، و اگر که ما در انتهای مسیر هم هستیم، 60 ساله هستیم، 70 ساله هستیم،
اون موقع هم هنوز امتحان ما، فرصت ما پایان نیافتن. یک حس خام دکتر وجود داره، افرادی که جوان هستن فکر میکنه که افراد پیرتر، افراد مسنتر ما را درک نمیکنه. دنیای ما بسیار متفاوت است، در حالی که باید دقت داشته باشیم که اینها هم یک روز جوانی را تیر کردن و ای که میگه موی سپید را فلک هم رایگان نداد، اینا همه را به تجربه، این بله. پیسه را، این سکه را به نقد جوانی خریدم. بله. و یک چیز دیگر هم هست که ببینید، وقتی که ما مشوره انجام ندیم، یک بار است که مسئله خرید است، یک مالی را من میخرم، مهم نیست، نهایتی است که یک ضرر مالی بله این متحمل بله. شدن. اما چیزهای دیگر مثل ای که وظیفه ما چه باشه، ای که مسیر تحصیلی ما چه باشه، ای که محل زندگی ما کجا باشه، اینها خب بسیار برای خانواده ما مهم هستند. امام علی علیه السلام میفرمایند که اگر یک نفر به نظر خود خود اکتفا کنه، فرض کنید که اما پدری که شما مثال زدید به نظر از خود خود اکتفا کنه، او چه کار، چه اتفاقی در آینده او میفته، او نفر خود خود را به خطر افکنده. مگر ما انسان نیستیم؟ و اگر مگر ما به عنوان یک انسان خود خود را محافظت نمی کنیم؟ مگر امی بودن را دوست نداریم؟ چرا؟ مگر تلاش نمی کنیم برای اینکه امی عمر ما یک عمر طولانی تری باشه، در سلامت باشیم، از خطرات با دور باشیم؟ عقل نمیره میگه، دین امیره میگه، و تو غریزه انسانی بله. نمیره میگه. خب چطور است که وقتی که یک بیماری ما رو تهدید میکنه، ما خود خود از خطر بیماری دور میکنیم؟ اگر که یک انفجاری است، اگر یک حادثه ای است، ما تلاش میکنیم که دور باشیم از اون. چطور است که وقتی که در پای مشوره میرسه، خود رای میشیم، خود نظر و رای از خود خود را میخواییم که هم بر خود خود تحمیل میکنیم، یعنی زندگی و آینده خود خود را تحت تأثیر رو قرار میدیم و هم ممکن است که بر دیگران تحمیل کنیم؟ پس اگر انسانیم و اگر که میل فطری به محافظت از خود، هیچ چیزی برای انسان در زندگی مهمتر از اینی است که خود خود را محافظت کنه. اگر چنین است، چرا خب نسبت به مشوره موضع‌گیری داریم، کوتاهی بله. داریم؟ خب دکتر در حد یک دقیقه اگر جمع‌بندی بفرمایید، تشکر. بله. بسیار بسیار در روایات فواید برای مشورت ذکر شدن، ما بسیار برخی از اونها را با هم دیگه گفتیم و انشاءالله که بینندگان عزیز برنامه خود اونها امی را پیگیری کنند و روایات را بخوانند. ما هم تلاش میکنیم به ما اندازه ای که زمان به ما اجازه بده و ما امکان داشته باشیم این روایات را با هم دیگه بخوانیم. مشورت علاوه بر هدایتگری، علاوه بر ای که مرا کمک میکنه که پشیمان نباشم، احساس خسران نکنم، کمک میکنه که از سرمایه های خود استفاده کنم و هلاک نشوم، مشوره چیزی است که به عنوان یک تسهیلگر برای شبکه حمایتگری ماست. ما اگر شود در برنامه های بعدتر، اگر نه انشاءالله عمر بدی، در فضاهای دیگه سعی میکنیم که درباره ای بیشتر صحبت کنیم. انشاءالله. اخلاقی که ما در این برنامه و در برنامه های قبلتر او را پیگیری کردیم و بارها هم تکرار کردیم بله. یک اخلاق حمایتگر است. ما افرادی هستیم که میخواییم از هم حمایت کنیم. چطور؟ او کسی که ما را مشوره میده، یعنی مشاور، به قول حضرت علی علیه السلام و به قول کتاب نهج البلاغه، بزرگترین پشتیبان ماست. درست. بسیار بسیار تشکر میکنم از شما خانم دکتر عزیز، بسیار استفاده کردم و همچنان از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتان، برنامه زنده روشن او بودید. عزیزان شماره تماس مثبت 964-780-255-413 شماره تماس است که به برنامه خودتان اختصاص داده شده و شما بزرگواران میتونید که از طریق واتساپ با ما در ارتباط شوید اگر کدام انتقاد، پیشنهاد و
هر موضوعی که در مورد برنامه به ذهنتان رسید را با ما در جریان بگذارید. بسیار بسیار خوش میشیم که نظرات زیبای شما عزیزان را داشته باشیم. در فضاهای مجازی هم میتونید که برنامه خودتان را دنبال بکنید، در یوتیوب، آپارات، تلگرام و دیگه فضاهای مجازی هم حضور داریم. در فیسبوک هم از طریق پخش زنده و لایو همیشه برنامه روشن را میتونید که ببینید و نظرات بسیار زیبای خودتان را کامنت کنید. بزرگواران، به لحظات ملکوتی از آن ظهر به افق شهر زیبای کابل هم نزدیک میشه. ما را از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. به همراه کارشناس محترم برنامه خانم دکتر بیانی بزرگوار از حضور شما عزیزان مرخص میشیم. در پناه خداوند مهربان باشید. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق.